بعد کرسی هم داشتی، میشستیم زیر کرسی، این غذا رو میکشید توی از این سینی گرد بزرگ ها میذاشت رو کرسی و میخوردیم. یعنی هنوز اون صحنه های قشنگ و اینا هیچ وقت یادم نمیره، واقعا باصفا بود، خیلی باصفا بود. خب این وسیله همو بیارم از این شروع کنیم. سلام دوستان عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشین هر کجا که هستین. امروز تصمیم گرفتم براتون دمی باقالی درست کنم. هوا سرده، خیلی میچسبه. قدیم به این غذا میگفتن دم پختک. این غذایی که الان میخوام درست کنم برای دو نفره، البته تا سه نفرم میتونن بخورن، ولی خب الان من این موادی که آماده کردم، یه دونه پیاز بزرگی که میخوام سرخش کنم و دو تا پیمانه برنج. این البته اینا رو من تازه شستم، حدوداً شاید نیم ساعت باشه آماده کردم، و یک پیمانه باقالی، لپه باقالی. برنج هرچی که هست، لپه باقالی باید نصفمون باشه. حالا اینا رو من آماده کردم، پیاز رو برم بریزم تفت بدم تا بقیه کارا رو انجام بدیم. پیازمون سبک شد، زیاد نباید پیازمون طلایی بشه، یکم که سبک شد زردچوبه رو میزنی. بعد که خوب مخلوط شد باقالیمونو میاریم میریزیم. باقالی خودده نیم ساعت تا سه رو پیس خورده. چه بو عطری داره این باقالی و دمی باقالی، واقعا آدم یاد بچگیاش میوفه. یادش بخیر، مادر ما قدیم که درست میکرد، بعد کرسی هم داشتیم، میشستیم زیر کرسی، این غذا رو میکشید توی از این سینی گرد بزرگا میذاشت رو کرسی و میخوردیم. یعنی هنوز اون صحنه های قشنگ و اینا هیچ وقت یادم نمیره، واقعا باصفا بود، خیلی باصفا بود. خب یکم هم فلفل سیاه می‌ریزیم روی موادمون. این دیگه تا یه همین حد که تفت کرده کافیه. حالا آب می‌ریزیم تا روشو بگیره. خب این باقالیمون باید نیم‌پز شه، جوش اومده. این باید نیم‌پز شه تا ما برنجمون رو بهش اضافه کنیم. این باقالی ما الان حدوداً 5 دقیقه یا کمتر چون خیس خورده بود این نیم پز شد. الان باید برنجشو بریزیم روش دیگه. آب زیادم نمیخواد این غذا، چون دمیه نباید که خیلی شفته بشه، این همینقدر آب کافیه. نمکشم اضافه کنم. این غذا اگر کره داخلش بریزیم خیلی خوشمزه میشه، و یا روغن حیوانی. حالا من چون روغن حیوانی داشتم گفتم یه قاشق بریزم، همین که یه خودم چرب باشه خب مزهش بهتره. یعنی روغن حیوانی ها عطرش و طعمش رو یعنی واقعا بی‌نظیر میکنه، خیلی خوشمزه میشه. یه غذاییه که هم کم هزینه است، زیاد هزینه نداره، همین که خیلی راحت درست میشه. خب اینم از برنج ما آبش خوش شد، دیگه باید دمش کنیم. درش رو میذاریم، یکم که درش بخار کرد مشخص بخار میکنه، بعد دمکنی میذاریم. برنجمون بخارش اومد بالا، حالا با دمکنی دمش کنم. حالا تا برنجمون دم بکشه من میخوام یکم سالاد شیرازی درست کنم. این غذا با ترشی خیلی مزه میده، منتها من امروز عوض سالاد شیرازی کردم، گفتم یکم سالاد شیرازی درست کنم. سالادمون آماده شد. خب دوستان سالادم هم درست کردم، گذاشتم یخچال.
یه چند نفر از عزیزان درخواست کرده بودن برای روش پخت کدو. حالا من این کدو رو دیدم دارم، گفتم حالا که میخوام درست کنم براتون دو مدل درست کنم، یکی به همون روش که خودم پخته بودم ساده بود داشتیم استفاده میکردیم و یکی هم این که دسر کدو میخوام براتون درست کنم. حالا این کدو رو من نصفش کنم تا قارچش بزنم، پوست بکنم، کارش براتون انجام بدم. اینم از کدومون نصف شد. حالا تخمای داخلش رو در بیارم. خب کدوامونو خرد کردیم، تموم شد. اینا برای دسر میخوام درست کنم، باید پوست کنده بشه، ولی اونایی که میخواییم همینطور معمولی درست کنیم اونا دیگه نه، اونا رو با پوست میپزیم. خب عزیزان، این کدو رو موقعی که میخریم خیلی باید مواظب باشیم برای شستنش، یعنی باید کاملا شسته شه، تمیز تمیز باشه که آدم با خیلی راحت استفاده کنه. اینم از کدوهای دسرمون، کامل پوست کنده شد، تموم شد. خب این کدوها رو ما میخواییم آپز کنیم. اینو من میذارم داخل این تابه. من 2/3 لیوان آب روختم رو کدومون. حالا درشو میذارم که پخته شه، داره جوش میاد. البته وقتی که جوش اومد باید خیلی کم کنیم زیرشو، چون این کدو خودش آب داره، با بخار خودش پخته میشه. بعد یه سری از دوستانم هستن که این کدو رو شکر میریزن که شیرین بشه استفاده کنن، منتها من خودم دوست ندارم زیاد شیرین بشه. هر سری هم که درست کردم با همین روش خیلی شیرین شده، عالی بوده، احتیاج به شیرینی اضافه دیگه نداشته. حالا بریم سراغ دسرمون رو درست کنیم. خب عزیزان، این دسر رو که میخواییم درست کنیم، من الان دارم یه قالب 50 گرم یه کره میذارم که آب بشه. 2 قاشق مربخوری ما دارچین داریم، البته قاشق مربخوری پر نه، 2 قاشق مربخوری صاف و 1 قاشق مربخوری هم هل داریم. 4 قاشق غذاخوری شکر داریم. کره که آب شد، این مواد رو ما میریزیم داخل کره داغ. خب حالا کرمون آب شد، این شکر رو دارچین و هل رو اضافه میکنیم. وقتی که مواد اضافه کردیم توی کره، بلافاصله کدوها رو میچینیم روش. خب یه مقدار به اندازه که لازم باشه زعفران رو دم کردن بهش اضافه میکنید. خب الان این کدوی ما داره تفت میخوره، یه مقدار که تفت خورد برش میگردونید، اون طرفش هم که تفت خورد یه استکان آب بهش اضافه میکنین، بعد دیگه میذاریم میپزه. خب یه سری هم به این کدومون بزنیم ببینیم چجوری داره پخته یا نه. هنوز کار داره، چون 5 دقیقه بیشتر نیست گذاشتیم برای پخت، یه رو 20 دقیقه دیگه هنوز کار داره. خب الان ما باید کدوها رو برگردونیم که اون طرفش هم یه تفت کوچولو بخوره، نسوزه دیگه. دوستان ببینید، من الان این کدو رو برگردوندم، این به خاطر اینکه اون آب زعفرونی که ما داخل اون مواد اولیه‌اش ریختیم، البته باید زیرش کم باشه ها، اجازه نمیده که این مثلا بخواد بسوزه، منتها باید حواسمون هم باشه دیگه، یعنی یه کمی تفت بخوره آبش رو اضافه میکنیم. خب این کدوی ما اون طرفش هم تفت خورد، حالا برمیگردونم من که البته ببینید این زیاد نمیخواد که سرخ بشه بسوزه، در همین حد میخورده که تغییر رنگ بده کافیه. خب اینو من برگردوندم، اون تا این رنگی که الان شما روی کدو دارین میبینید این سوختگی نیست، اینا دارچینه چسبیده به کدو. حالا من آبشو اضافه میکنم، حدودا 2/3 لیوان آب من دارم میریزم. خب کاراشو انجام دادیم، تموم شد. حالا جوش که اومد، البته جوش اومد دیگه، باید زیرشو کم کنیم، درشو بذاریم تا پخته بشه. خب یه سری به کدومون بزنیم، البته دسر کدومون، ببینیم آماده شده یا نه. بله، به 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 به، اینم از دسر کدوی ما دیگه، باید زیرشو خاموش کنم.
خب یه سری هم به این کدومون بزنیم ببینیم پخته یا نه. بله ببینید کاملا دیگه آبش خوش شده و پخته شده. خب این هم از کدوهایی که درست کردیم آماده شد. این کدوی ساده است و این دسره. دسرش خیلی خوشمزه شده، خیلی عالی شده، خیلی خوش عطر و خوشمزه. من برای تزیین روش از پودر پسته استفاده کردم و شما برای خوردن اگر دوست داشتین که شیرین تر باشه میتونید از شیره انگورم استفاده کنید که واقعا طعمش عالی میشه. حالا بریم سراغ دمی باقالیمون ببینیم آماده شده یا نه. بله برنجمون آماده شده، دم کشیده. حالا ظرف بیارم بکشم داخل ظرف. ببینید چقدر قشنگ در اومد، عالی شده، عالی. خب دوستان اینم از دمی باقالی ما یا همون دم پخته که قدیم میگفتن. انشاءالله که خوشتون اومده باشه، خیلی عالی خوشمزه شده، جای همگیتون خالی. اگه از این ویدیو خوشتون اومد کامنت بذارید برام، لایک کنید، سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.